به ادامه بحث فردوسی و شاهنامه میپردازیم، این بار در خدمت دکتر زاگروس زند، استاد و مدرس دانشگاه امام خمینی بین المللی امام خمینی قزوین، با موضوع تاثیر و تاثیر شاهنامه فردوسی و منابع تاریخی صده های نخستین اسلامی. اگه دوستان لطف کنند ارتباط برقرار کنند ممنون میشم. سلام، سلام جناب دکتر، تصویرتون هست ولی صداتون نیست متاسفانه. فکر کنم الان صدا هم درست میشه. بله بله بله، صداتون رو داریم. سلام، درود بر شما، حال شما چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ نباشید، پرتوان باشید. سلام، در خدمتیم. خواهش میکنم. خب بنده هم اجازه بدید که چون همین الان با شتاب آمدم و البته وصل کرده بودم ولی مشغول آماده شدن بودم. خیلی خوب، منم درود میفرستم خدمت شما. آقای مالکی، درست میگم اسم شما رو جناب مالکی؟ من مالکی هستم، حسین مالکی. حسین مالکی عزیز، خوشحالم در خدمت شما هستم و همه بینندگان و شنوندگان شما، انجمن ایران شهر علامه طباطبایی و گروه رشن و گلونی، اگر اشتباه نکنم کاملا همه مخاطبان و بینندگان این انجمن ها هم درود میفرستم، هم سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردین. روز بزرگداشت فردوسی هم به شما و به همه شاد باش میگم. بفرمایید که چیکار باید بکنیم که منم در خدمت هستم. جناب دکتر، با عنوان سخنرانی که حضرت عالی لطف فرمودید شروع کنیم دیگه. شما بین 25 دقیقه وقت دارید. 25 تا 30. بله. خیلی خوب. هر شبت که اون عنوانی که تنظیم شده و دوستان نوشته بودن، تأثیر و تأثیر شاهنامه و منابع تاریخی صده های نخستین بر یکدیگر، همچین چیزی بود، درست است؟ هر شبت که من چند و چونی نکردم در این عنوان که میشد این رو البته دقیق کرد، برای اینکه شاهنامه و منابع تاریخی عربی فارسی صده های نخستین اسلامی چه اثری رو هم دیگه گذاشتن یا نذاشتن، این یک موضوع فرعی هست در دل یک بحث جدیتر و مهمتری که اساساً این منابع چه تفاوتی با هم دارن و چه شیوه تاریخ نگاری داشتن و از چه منابعی بهره بردن هر کدام از اینها، چون اکثر اینها به صورت موازی همزمان یا با یکی دو صده پیشتر و پستر با انگیزه های مختلف و با شیوه های گوناگون شروع کردن بخش های از تاریخ ایران باستان رو که مد نظر ماست بازنویسی کردن، نوشتن، گرچه که بسیاری از اینها تاریخ اسلام برای اونها مهمتر بوده یا حتی تاریخ ایران بعد از اسلام اشاراتی به اون کردن، به خاطر همین وزن اینها و کیفیت و کمیت اینها با هم خیلی متفاوت است، گاه در شرق ایران، گاه در غرب ایران، گاه در دل خلافت نوشته شده و نویسنده ها خیلی متفاوت بوده. به خاطر همین من گمان میکنم که همین عنوان و همین موضوع فرعی که خیلی هم البته مهم هست خیلی پرسش های بیشتری ایجاد میکنه برای همه شنونده ها و خیلی ناقص و ابتر میمانه. به خاطر همین اگر شما اجازه بدید، خیلی هم بی ربط نیست، من میخوام در مورد منابع شاهنامه و منابع تواریخ صده های نخستین اسلامی بخش ایران باستان، حالا ما به اون بخش اسلامش یا بعد از اسلامش که دیگران البته نه شاهنامه بهش پرداختن خب مسلما کار نداریم، محور کار ما هم احتمالاً شاهنامه است، چون امروز روز بزرگداشت فردوسی است، برنامه شما هم که نامش فردوسی و شاهنامه است، وگرنه هر کدام از اونها مثلا طبری به ویژه، بلعمی، دینوری، میشه در مورد اونها مدت ها حرف زد که اینها چجوری تاریخ نویسی کردن و چرا این شکلی فلان پادشاه بازنمایی کردن، منابع اونها، محدودیت های اونها و خطاهای اونها چه بوده که میدانید که اصلا در این چند دقیقه نمی گنجه، مخاطب ما هم شاید حوصله‌اش سر بره. به خاطر همین من یک اشاره می کنم به این منبع شناسی به ویژه شاهنامه که خیلی مهم هست و شاید برای شما و دوستان دیگری که بیشتر با
شاهنامه و تاریخ ایران آشنا هستن، کمی شاید عجیب به نظر برسه که من حتی در همین چند روز گذشته، امروز و روزهای گذشته، در گاه برنامه های اینستاگرامی یا برنامه های فضای مجازی که از سوی استادان شاهنامه پژوه و از سوی استادان ادبیات فارسی شنیدم که خیلی دور و خیلی پرت از منبع شناسی شاهنامه شروع میکنن به توضیح دادن منابع شاهنامه که امروز کاملا رد شده است و غلط، و چون اونها استاد ادبیات فارسی هستن، دانشجوهای اونها و حتی شاهنامه شناسایی که ادبیاتی هم نیستن و حتی بچه های تاریخی ما هم ممکنه که گمراه بشن و مدت ها طول بکشه که متوجه بشن که این تصویر و این تصور از شاهنامه، از فردوسی و از شیوه کارش کاملا نادرست است. به خاطر همین من فکر میکنم باز هم مدام اینها باید برای سالیان سال روش تاکید بشه، پژوهش های تازه معرفی بشه که دانشجوان متوجه بشن اساسا با چه جور منبعی سر و کار دارن. الان شاهنامه در یک فضای معلقی بین ادبیات و حماسه و اسطوره و تاریخ سرگردان است. این سرگردانی هم تقریبا از دوران مشروطه به این سو تقریبا اتفاق افتاده که حالا اونم بحث شاید جالب و متفاوتی باشه، من جدا در موردش نوشتم. اما اینکه چرا اینجوری شد که شاهنامه که به عنوان یکی از مهمترین منابع تاریخ ایران از یک زمانی به بعد پرتاب شده در دامان حوزه ادبیات و به عنوان یکی از مهمترین منابع ادبی و زبانی شناخته میشه، و باز دوباره نگاه اساطیری و حماسه پژوهی به شاهنامه در کنار این نگاه زبانی و ادبی باعث میشه که هرچی بیشتر از اون ارزش‌های تاریخی خودش تهی بشه و حتی از سوی ساسانی شناسان، از سوی مورخین و تاریخ پژوهان و ایران شناسان ما هم شاهنامه با یک نگاه تردید و یک نگاه شک بهش نگاه بشه که خب حالا اینجایی که در مورد انوشیروان یا خسرو پرویز یا در مورد جنگ‌های ایران و اعراب داره میشه، خب ما ها نمیتوانیم در موردش قضاوت بکنیم که درسته، غلط، زائیده ذهن فردوسیه، حس ایرانگرایی او بوده یا چه بوده، و بدون اینکه خیلی نیاز داشته باشن حتی که بخوان در موردش بررسی بکنن ازش در میگذرن. و اگر موضوعی اونجا هست، خب طبری هم گفته، بلعمی و دیگران هم گفتن و همونها ارجاع داده میشه، حالا اگر شاهنامه هم چیزی اضافه داره در موردش سکوت میکنن و این خطا و این تلقی خطا همینطوری داره در دور میزنه، در ذهنها میچرخه و همچنان شاهنامه به عنوان یک متنی که هویت ایرانی رو داره دوباره بازسازی میکنه و به عنوان یک متن شورانگیز احساسی که میتونه استفاده ایدئولوژیک ازش بشه تو هر دوره، به ویژه الان هر زمانی که هویت ملی مورد تهدید قرار میگیره شاهنامه برکشیده میشه. خب بله، اینها بحثای نادرستی نیست، اما از نگاه تاریخی و از نگاه منبع شناسی ما نیاز داریم حتما و حتما با عینک تاریخی و با شناخت و درک و فهم تاریخ نگارانه و تاریخ شناسانه نگاه بکنیم. ما منابع یک اثر تاریخی رو نمیتوانیم با نگاه زبانی یا با حدس و گمان بررسی بکنیم، اون نیاز به یک نگاه تاریخی و روش پژوهش مخصوص داره، به ویژه این که ما داریم در مورد ایران باستان و ساسانیان صحبت میکنیم که خیلی دورتر میشه از حوزه تخصص استادان شاهنامه شناس. با این مقدمه که به نظرم ضرورت این بحث رو دوچندان میکنه و نشست‌ها و ساعت‌ها میشه در موردش گفتگو کرد و اهمیت این رو باز کرد، پژوهش‌های تازه‌ای که در این 10-20 سال گذشته به ویژه انجام شده که چقدر ارزنده هستند و متاسفانه شاهنامه دوستان، شاهنامه پژوهان ما نمیخوانند اینها رو و همچنان بر اساس گفته‌های مبهمی از مثلا ذبیح الله صفا یا از اون نسل نخستین شاهنامه شناسان ما یا برخی شاهنامه شناسان اروپایی که خیلی درست کامل ندیدن، همون جمله ها تکرار میشه و متاسفانه راه به جایی نمیره. خیلی خوب. ببینید، خود شاهنامه و فردوسی به دلایل و گواهای زیادی که من برخیشو اندک خدمت شما میشمرم، از زبان خود فردوسی و از قلم فردوسی به ما میگه که فردوسی با یک متن مشخص دقیق تاریخ نگارانه که تدوین شده بوده، مدون و منقح شده بوده
روبرو بوده و منبع اصلی اون و به گمان بسیاری از شاهنامه شناسان تنها منبع او برای سرایش اون که بعد به شاهنامه فردوسی تبدیل میشه همان بود. اون متن شاهنامه ابو منصوری بوده، شاهنامه منصور ابو منصوری، شاهنامه ای که نام شاهنامه رو بر خودش داشته و چون ابو منصور محمد عبدالرزاق دستور اونو داده اون در ادامهش اومده و به نثر بوده و به نظم نبوده. توضیحات زیادی ما هم در مورد این منبع شاهنامه ابو منصوری در شاهنامه فردوسی و هم در مقدمه این شاهنامه ابو منصوری که به جا مانده خوشبختانه و متاسفانه تمام متن شاهنامه ابو منصوری به جز مقدمش گم شده و از میان رفته و به دست ما تا کنون نرسیده، با توجه به مقدمش و با توجه به متن شاهنامه فردوسی و با توجه به متون دیگری که به شاهنامه ابو منصوری اشاره کردن، اگه لازم باشه من خدمت شما میگم، با توجه به اینا ما یک شناختی از شاهنامه ابو منصوری داریم و متوجه میشیم که چنین متنی بوده در حدوداً نیمه های سده چهارم، زمانی که حدوداً فردوسی 16-17 ساله بوده، همچین متنی در توس با اهداف مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک حتی این متن تولید شده و فردوسی بارها اشاره کرده که این منبع در پیش چشم داشته و وظیفه او این بوده که ادامه کار دقیقی رو انجام بده و اون رو به نظم بکشه و بارها هم از خدا خواسته که عمر بهش بده، حتی ترسیده از اینکه ترور بشه یا مال اموالش تمام بشه که این رو به توانه به اتمام برسن، که خوشبختانه توانسته این کار رو انجام بده. و جدای از این، بارها خود فردوسی و همینطور عرض کردن منابع دیگه و مقدمه به ما نشان میدهند که این متن کاملا نوشتاری و مشخص و مدون بوده. پس فردوسی از منابع شفاهی استفاده نکرده، از نقالان و گوسانها رو دورگردا استفاده نکرده. فردوسی از منابع گوناگون مشکوک و ضعیف و قوی و که به حافظه آمده و عامیانه شده استفاده نکرده. اینها داده‌های تاریخی دقیق و متقنی است که امروز شاهنامه شناسان جدی ما با شواهد مختلف این رو ثابت کردن. این اصلا بحث احساسی نیست که چه تفاوتی میکنه برای ما اگر احیانا منبع شفاهی بود، مثلا مثل هومر، خب ارزش خودش رو سر جای خودش داشت. اما میخوام عرض بکنم که تصویر نادرستی که ما از یک متن تاریخی میدیم زمانی که منابع اون رو نشناسیم و گمان بکنیم که منابع اون شفاهی بوده و گمان بکنیم که فردوسی با تخیل خودش و قدرت زبان آوری و سخن وری خودش اینها رو پرورانده و کم کرده، زیاد کرده، یک رستم معمولی رو تبدیل کرده به جهان پهلوان، یک کسی رو یک جای دوست داشته کشته، یک جای پهلوان، یک شاهی رو چهره بهتری بهش داده، یکی رو مغضوب کرده. به هیچ وجه اینچنین نیست، چون اگر که ما به خطا همچین تصوری داشته باشیم ارزش داده های شاهنامه پیش چشم ما مخدوش میشه و شاهنامه باز دوباره از دید من البته فرو میکنه به یک متن هنری خلاقانه ای که احیانا داده های اساطیری هم داره. حتی فردوسی چندین جا نام گردآورندگان شاهنامه ابو منصوری که 4 تن بودن رو، برخی از اونها مثلا 3 تن اونها رو، نام اونها رو آورده، گفته که در این منابع اینها گردآورنده بودن. در محتوای شاهنامه با اون ساختار شاهنامه ابو منصوری همسانی هست و چیزی کم و زیاد درش نیست و هم فردوسی خودش در شاهنامه بارها اشاره کرده که به منبع خودش بسیار امانتدار بوده و چیزی رو کم و زیاد نکرده. هم با توجه به شواهد مختلف ما میتوانیم بفهمیم که فردوسی وفادار و امانتدار به متن خودش بوده. نگاه تاریخی و نگاه مرجع شناسی، مأخذ شناسی داشته، تمام آنچه رو که از کیومرث تا یزدگرد سوم به نظم کشیده به عنوان تاریخ رخداده ایرانی میشناخته، گرچه که میدانسته گاه این اگر لحن اساطیری یا افسانه‌ای داره ممکنه که یک جور روی کرده نمادشناسانه است، همون جوری که گاه خودش اشاره کرده تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روش نزمان مدان، از او هرچند در خورد با خورد دگر بر ره رب معنا برد. منظور او این است که در پاسخ کسانی که
مثلا سیمرغ، ضحاک یا کسان دیگر رو غیر واقعی و غیر تاریخی و افسانه به معنای دروغ میپنداشتند و معرفی میکردند، او همانند برخی دیگر پیش از خودش حتی سعی میکرده این رو توجیه بکنه، توضیح بده که داستانهایی که از گذشته آمده ما نمیتوانیم با عقل همون روز خود اینها رو به کناری بنهیم، به سطل آشغال تاریخ بندازیم، ما موظفیم که اینها رو منتقل بکنیم امانتدارانه و دقیق. حالا کار آیندگان است. امروزه ما میتولوژی داریم و میفهمیم که اینا حتی شاید ارزشی فراتر از فلان سند تاریخی دارن برای شناخت یک فرهنگ یا یک دوره تاریخی. عرض من این است که جزئیات فراوانی هم در درون شاهنامه هم در درون متن‌های دیگه به ما نشان میده که ما با یک مورخی دقیق روبرو هستیم که کار خودش رو میشناخته، میفهمیده که داره چه کار میکنه، در کنار این که داشته یک منبعی رو از گزند نابود شدن نجات میداده که دیدیم که نابود شد. شاهنامه ابومنصوری امروز گم شده و اگر که فردوسی این رو به نظم نکشیده بود ما شاهنامه ابومنصوری نداشتیم. و اگر فرصت داشته باشیم من خدمت شما اهمیت شاهنامه ابومنصوری رو نشان خواهم داد که بسیاری از داده هایی که در او بوده که امروز در شاهنامه فردوسی هست در شاخه های دیگری که مثلا ما از یعقوبی و دینوری و طبری داریم در اون شاخه گسترده ای که بسیار پرشمار هستن غایب هست. یعنی رونوشت های گوناگونی از خدای‌نامه و منابع دیگری به موازات خدای‌نامه از زبان پهلوی به عربی یا مستقیم به فارسی ترجمه شده که در اون منابع به کار گرفته نشده و فقط در شاخه شاهنامه ابومنصوری توسط اون چهار گردآورنده به کار گرفته شده. میخوام عرض بکنم که اگر که شما ساسانی شناسی بکنید با توجه به متن شاهنامه و یا بخش‌های دیگر حتی پیش از دوران ساسانی که در مورد اونها من مدعاهایی دارم در مورد شاهنامه، پی میبرید به عنوان یک مورخی که یک سند کوچیک یا یک کسی که یک سکه پیدا میکنه که یک سال جدیدی از یک پادشاه داره به شما نشان میده، ببینید چقدر شور برای اون خوشحال کننده است و چه میتونه چه مقاله های بنویسه و چه بخش های تاریخی رو میتونه تاریکی رو میتونه روشن بکنه. اگر کسی تاریخ ایران باستان رو بیاید در درون شاهنامه با این نگاه کاوش بکنه به اهمیت این سخن بنده پی خواهد برد، وگرنه ممکنه الان به نظر گنگ یا حتی شعاری به نظر برسه، به خاطر داده های بسیار ریز جزئی از نام اشخاص، از جای نام ها، از ماده تاریخ ها، از سال ها، از حتی دلایل و علل رخداد ها و گروه بندی های طبقاتی و منافع مختلف دربار و گروه های مختلف که در قدرت حضور داشتن، حتی در همسایه های ما برای شناخت تاریخ جنگ های ساسانیان و دیگران. حال بماند که همونطوری که بسیار و بیشتر گفتن در مورد تاریخ فرهنگ و تاریخ آداب و رسوم، تاریخ اجتماعی، اونچه که در دربارها رخ می داده، جزئیات حتی معماری و جامعه، همه اینها باز عرض می کنم چون مستند به یک متن مدون نوشتاری دقیق بوده و اون متن مدون نوشتاری دقیق یعنی شاهنامه ابومنصوری که از این پس من میخوام در مورد اون بگم خودش متکی به منابع دقیق نوشتاری بیشتر به پهلوی بوده، پس ما رو چند پله عقب میبره و میرسانه به داده های موجود در خدای‌نامه هایی که اونها هم همه از بین رفتن و به جز ترجمه های حتی دست دوم و دست سوم عربی اونها هم چیزی متاسفانه برای ما به جا نمانده. پس ما میبینیم که برای خدای‌نامه پژوهی و برای آشنا شدن با شیوه تاریخ نگاری، حتی تاریخ نگاری سیاسی، حتی تاریخ نگاری ایدئولوژیک ساسانیان، ما چقدر به شاهنامه فردوسی نیاز داریم و ارزش اون چقدر دوچندان میشه. ببینید بسیاری از اطلاعاتی که مثلا در تاریخ یعقوبی و دینوری، این دوتا چون قدیمی تر از بقیه هستن، شما در طبری هم میبینید. بسیاری از آنچه که در طبری میبینید مثلا در مسکوی رازی، خیلی کم شما چیزی در مسکوی رازی پیدا میکنید که در تاریخ رسول طبری نباشه. مثلا در مجمل تواریخ شما کمتر چیزی پیدا میکنید که در شاهنامه و یا شاخه طبری و بلعمی نباشه.
بسیاری از اینها بازگویی های نوشته های پیش از خود هستند که سررشته اینها بیشتر به طبری برمیگرده و پیش از اون هم ما چند تای دیگه هم داریم. البته این کلیگویی های من یه مقدار ممکنه بدفهمی ایجاد بکنه، مثلا حمزه جای خودش خیلی مهمه، مسعودی مثلا خیلی مهمه، داده هایی دارن که در بقیه پیدا نمیشه، بیگمان این گونه هست، نهایت العرب مثلا خیلی مهمه، یعنی که احتمالاً یا مستقیم یا با واسطه از ترجمه عربی ابن مقفع از خدای‌نامه هست. اما عرض بنده این است که اونها خیلی همدیگر رو پوشش میدن در داده هایی که وجود داره و در گزارش های تاریخی، اما در مورد شاهنامه این گونه نیست. در مورد شاهنامه تنها قردوسیه ثعالبی به خاطر اینکه او هم بخش مهم استخوانبندی قردوسیه خودش رو از شاهنامه ابومنصوری گرفته و البته استفاده های از طبری و دیگران در کنارش هم کرده، با شاهنامه منطبق است، اما به صورت خلاصه. یعنی حجم قردوسیه رو شما ببینید، شاید حجم قردوسیه یک پنجم یا یک ششم کل شاهنامه فردوسی نباشه، یعنی خیلی جاها خلاصه کرده، اون چی که در شاهنامه ابومنصوری بوده رو کوتاه کرده و خلاصه کرده. پس از دید او آنچه که مهمتر بوده آمده، اما از دید یه پژوهشگر امروزی شاید همون جزئیات کوچک هم خیلی ارزنده باشه. خب بیایم پس الان سراغ، چقدر من وقت دارم آقای مالکی؟ نیمی مانده یا نه؟ بله، حدود 11 تا 10 دقیقه. عرضا که لازم بود شما بفرمایید، من سخن رو کوتاه میکنم، برای اینکه سخن دراز است همینطوری میشه ادامه، هر جایی میشه قطع کرد. بیایم سر شاهنامه ابومنصور. ببینید شاهنامه ابومنصور رو عرض کردم که جدای از ثعالبی و فردوسی که مستقیم اشاره کردن و بسیار ازش بهره بردن، کسان دیگر هم بهش اشاره کردن، مثلا بیرونی مستقیم به این شاهنامه و اسم عبدالرزاق اینا اشاره کرده. این اصلا شکی ما در این نداریم که سال حدودا 345 هم چیزی تدوین شد در طوس و نام کسایی که اومدن، حتی کسای دیگه مثلا اسدی طوسی، نظامی، صده های بعد اشاره کردن به شاهنامه منصور ابومنصوری، حالا با اسامی مختلفی که هست. اما ما میدانیم که 4 استاد تاریخدان پهلویدان به احتمال زیاد زرتشتی، قطعا هم نمیتوان گفت، اما از روی نام اونها احتمالا زرتشتی، که اینها دعوت شدن از هرات و سیستان و طوس و نیشابور، اینها آمدن از منابعی استفاده کردن و این شاهنامه ابومنصوری رو نوشتن. نکته مهم و بسیار پرسش انگیز و تاریک الان برای ما همین جاست. یعنی تمام اون چیزایی که گفته میشه یا بحث میشه به خطا و درست در مورد فردوسی، به گمان بنده کمترین، همه این پرسش ها و این نگاه باید برگرد به شاهنامه ابومنصوری. یعنی مثلا مثال بزنم، اگر که مثلا چرا آرش در شاهنامه نیست، چرا رستم اینقدر در شاهنامه مهم هست، چرا مثلا در شاهنامه انوشیروان اینقدر مهم هست، چهرش این چنین هست، چرا اشکانیان در شاهنامه در حد چند صفحه و چند ده بیت خلاصه میشن، اینها همه پرسیده میشه. بعد زینا به این سمت میره که از فردوسی با اینا چه مشکلی داشته، فردوسی این منبع گرفت اونو نگرفت. به نظر من همه این پرسش ها رو ما باید ببریم چند دهه قبل، اون زمانی که این 4 نفر به عنوان یک گروه پژوهشی نشستن، چندین سال وقت صرف شد، به اینا حقوق دادن و اینا پهلوی میدانستن، عربی میدانستن، فارسی خوب دری میدانستن و منابع گوناگون رو جمع کردن. چه منابع اینها جمع کرد، چه منابعی رو حذف کردن، چه چیزایی رو سانسور کردن، چه روی کردی داشتن برای احیانا پرشکوه تر جلوه دادن ساسانیان، چه روی کردی داشتن احیانا برای تحقیر اعراب مسلمان که اون منعکس بشه در نامه های رستم فرخورمست، چه روی کردی داشتن که رنگ و بوی زرتشتی در یک حد خاصی در شاهنامه به چشم ما میاد، نه یک اندازه بیشتر هست که مشخص است که توهی شده یک مقدار از ارزش های دینی روزگار ساسانی و نه آنچنان کامل از بین رفته به مثابه متنی که در دوره اسلامی داره
تولید میشه. این پرسش ها خیلی مهمن آقای مالکی و من میتونم بشمرم این پرسش ها رو و ساعت ها در موردش میشه فکر کرد و حرف زد و حدس و گمان زد. شاید هم به همه اینها در آینده هم کسی نتوانه پاسخ بده تا زمانی که اسناد بهتری. اما عرض من این است که ما باید به این فکر بکنیم که اینها از چه منابعی استفاده کردن. حدسی که زده شده و دکتر خالقی مطلق سالها روی اون کار کرده و مستند گفته، من اینو خلاصه خدمت شما عرض میکنم. بدنه اصلی شاهنامه ابو منصوری از خدای نامه، رونوشتی از خدای نامه یا احیانا دو سه خدای نامه ای که اندک با هم تفاوت داشتن تشکیل می شده. یک. دو، روایات خاندان زال و رستم که به ویژه در پادشاهی کیکاووس و کیخسرو اومده، از جمله داستانهای سیاوش، از جمله جنگ مازندران، هاماوران، اون بخش مهم ارزشمند و جذاب شاهنامه، از منابعی غیر از خداینامه و احتمالاً از اخبار رستم، شخصی به اسم آزاد سرو که اندکی پیش از اونها در مرو در دربار کسی به اسم احمد سهل تقریبا یک جایگاه شبیه به فردوسی رو داشته به عنوان زنده کردن تاریخ ملی ایران، و اون احمد سهل هم تقریبا جایگاهی مثل عبدالرزاق داشته به عنوان سپه سالاری که میخواد الان منطقه رو مال خودش بکنه و از دست سامانیان و دیگران در بیاره، که بعد حالا اون موفق نمیشه همونطوری که عبدالرزاق هم موفق نشد. حال این که این آقای آزاد سرف که هیچ چیزی ما نمانده از این اخبار رستم، این از چه منبعی استفاده کرده؟ حد زده میشه از کتابی پهلوی به اسم سکی سران یا سران سگزی یا سگزی سران که میشه کتاب سیستان، کتاب سکاها که ما میدانیم همین خاندان سام و زال و رستم و سهراب خاندان سکایی سیستانی هستن که برای خاندان های پارتی به ویژه خیلی این داستان ها اهمیت هویتی داشته و بعد یواش یواش البته در روزگار پارتیان و بعد ساسانیان این از حماسه ها و داستان های تاریخی افتخار آمیز بخشی از تیره های ایرانی تبدیل میشه به داستان تاریخی افتخار آمیزی تمام ایرانیان. انقدر جذاب بوده و همینطوری کتاب به کتاب، کاتب به کاتب و سینه به سینه و زبان به زبان سراسر غرب ایران رو در می‌نورده، همونطوری که می‌دانید در صدر اسلام هم داستان اسفندیار، رستم و اسفندیار در مکه و مدینه در روزگار ظهور اسلام خوانده می‌شده. و این رستم به یک شخصیت خیلی خیلی مهم ملی ما تبدیل میشه. پس این خیلی مهم بوده و به این توجه بکنید که در خاندانهای پارتی خراسان داره الان این نوشته میشه. پس عبدالرزاق که نسب خودش رو میرسانه به پهلوانان پارتی روزگار ساسانی، میفهمیده که همونطوری که احمد سهل فهمید، همونطوری که البته دقیقی و فردوسی هم در این قالب من جا میدم، میفهمیدن که این پارتیان یک شاخه متفاوتی بودن در کنار ساسانیان که پیش از ساسانیان بزرگی و شکوهی داشتن و هم و دلیل نداره اگر که درباریان و موبدان و تاریخ نویسان دربار ساسانی به اونها اهمیت ندادن و این داستانها در خدای‌نامه های اونها نبوده، اونها هم اون رو کنار بذارن، میارن اضافه میکنن، فرصت خیلی خوبی است، اضافه میکنن به اون استخوانبندی تاریخ بیشتر سیاسی خدای‌نامه. این دو. سومی و چهارمیش هم من خیلی کوتاه بگم. یکیش در مورد اسکندر است. پادشاهی اسکندر از متن عربی ترجمه شده از متون دیگر احتمالاً سوریانی و قبلتر از اون لاتین و یونانی که برمیگرده به اون کالیستنس دروغین که شما میدانید حتما، این روایت داستان‌های اسکندر سرمنشه تمامی اسکندرنامه‌های ایران میشه که بعد خسرو دهلوی و نظامی و دیگران هم دارن و ما یک نمونه‌ش هم اینجا داریم که در شاهنامه فردوسی است که اندکی متفاوت است با بقیه، که این هم کار همون گردآورندگان شاهنامه ابومنصوری بوده، یعنی نه در خدای‌نامه‌ها بوده و نه در اخبار رستم بوده، به موازات اون وجود داشته. و چهارمین بخش مهم، بخش پایانی ساسانیان هست.
چون که یزگرد سوم و بعد کشته شدن و بعد شکست خوردنش که دیگه درباری و سامانی وجود نداشته که خدای نام نویسا اینو نوشته باشن. پس میبایست دهه ها یا شاید حتی بیشتر بعد از فروپاشی ساسانیان این بخش که البته باز دوباره نگاه ملی، نگاه هویتی، نگاه ایدئولوژیک درش هست به اضافه شده باشه و از روی متون آپوکالیپتیک یا فرجام شناختی مثل جاماسنامه و اینها اون مفاهیم این که در آینده چه خواهد شد تو از زبان رستم فرخ‌هرمزد و برادرش و گفتگوهای اونها با سعد و دیگران جاری میشه در اون نامه ها که خیلی ارزش زیادی داره به لحاظ نوع پژوهشی خاص خودش. خب پس تقریبا الان من فکر میکنم که ما متوجه شدیم که وقتی که از شاهنامه فردوسی سخن میگیم باید شاهنامه ابومنصوری رو بشناسیم و الان تقریبا میتوانیم حد بزنیم که شاهنامه ابومنصوری چه ساختاری داشته و از چه منابعی استفاده کرده و بقیهش دیگه حدس و گمان هست که چرا همچین روی کردی داشت، چرا اونو داشت، چقدر ملی بوده، چقدر همه اینها رو میشود حدس و گمان زد چون ما چیزی دیگری در دست نداریم. اما از اینجا ما جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندی که من میخواستم در مورد خدانامه ها بگم، فقط کوتاه بگم اون که از هست نمیرسیم اصلا بگیم. ما از همینجا راه پیدا میکنی به خدای نما، همون پس اون اخبار رستم و اون دومی سومی کنار بذاریم، به استخوانبندی اصلی شاهنامه خدای نما است دیگه. یک نتیجه این که ما با واکاوی و دیدن دقیق شاهنامه فردوسی، نه از روی علاقه و تعصب و پسند ملی و اینها، نه با توجه به پژوهشایی که انجام شده و من هم شاید کوچکترین اونها هستم و خیلی جدیدتر متأخرتری که تو اون زمینه دارم کار میکنم، مشخص میشه که فردوسی چقدر دقیق و امانتدارانه متن منصور رو به نظم کشیده و نگاه تاریخی و تاریخ نگارانه به این موضوع داشته. ما متوجه میشیم که این شاخه شاهنامه ابومنصوری و شاهنامه فردوسی با توجه به فقدان منابع قبلی ما را مستقیم میرسانه به رونوشت مهمی از خدای‌نامه های ساسانی که اطلاعاتی در اون بوده که در هیچ کدام از منابع دیگه امروز موجود نیست. این خطا است که ما فکر بکنیم که با خواندن تمام منابع عربی و فارسی از ابن اثیر کامل گرفته تا نهایت العربیات های یعقوبی ما عقب بریم مثلا با 20 تا منبع خوب مواجه هستیم. این خطاست که ما فکر بکنیم که با خواندن اون 20 تا بی نیاز میشیم از داده های شاهنامه. به هیچ وجه این گونه نیست و این ارزش شاهنامه رو فقط از این یک بود شما در نظر بگیرید که چقدر میتوانه برای خدای‌نامه پژوهان و ساسانی شناسان مهم باشه. من اصلا دیگه هیچ کاری به اون بحثای هویتی و احساسات ملی و اینکه سازنده ایران بوده دوباره در دوره های مختلف و حتی امروز و در آینده میتوانه، من اصلا وارد این مباحث نشدم و به بحث ما هم ارتباطی نداشتم. خیلی ممنون استفاده کردیم چون که از زمان مورد نظرم گذشته. اگر سخنی پایانی داری در خدمت. نه اگر که من نمیدونم شما پرسش پاسخ دارید الان دارید یا بعدن دارید، اگر دوستان هستن که پرسشی دارند یا وقت دارید شما، من در اختیار شما هستم. اگر نه که هیچ، الان اگر آخر برنامه وقتی بود در خدمتتون هست. با اجازه، بدرود. بدرود، خدا نگهدار. golvani.ir